سلام دوستا، به امید از اینکه جور و صحتمند باشین امروز میخوایم طریقه جور کردن پنیر پیزا را بر شما نشان بدم. این پیزا را ما پخته کردیم، در چنل ما اپلود کردیم. میکنم دوستای عزیز، ما از امی پیزا را پنیرش خودم در خانه جور کردیم. امیر میخوایم بر شما امروز ما جور کردنش نشان بدم. به خاطر جور کردن از این تقریبا 1.5 کیلو شیر گرفتیم. شیر را گرفتم دوستای عزیز، اول تاوه را سر گیس ماندم، بعد از او دیگه شیر خود سر گیس ماندیم. به خاطر از این که ما میخواییم که شیر بسیار جوش نشه، صرف داغ شد، و به او خاطر که آتش را کنترل کرده بتانیم ما این را سر تاوه ماندیم که از پیش ما جوش نخوره. شیرم متوجه باشین، شیر جوش خوردگی را نگیرین، شیر خام بگیرین، به خاطر که شیر جوش خورده پنیر صحیح نمیه، یعنی شیر خام باید باشه. ما این را تا وقتی میمانم سر از این گیس دوستا که این به اندازه گرم شوه که اگر دهش داخل شیر دست بزنیم دست ما نسوزه، اما شیر داغ باشه، یکم داغ باشه، جوش هم نخوره و یخ هم نباشه، یعنی دست ما او را برداشت کرده بتانه که ما دست خدا بزنیم دست ما نسوزه، خو یک کمک داغ باشه. باید به شکل دست خدا میزنیم دهش. وقتی که دیدیم که دست ما نسوخت و داغ بود دهش سرکه میپرتیم. سرکه دیگه دوستا آمده ای تقریبا سرکه را کم کم میپرتیم، یک دفعه سرکه دهش نمیپرتیم، آستا آستا سرکه میپرتیم، شور میتیم، باز سرکه را میپرتیم، باز شور میتیم، یعنی قطره قطره سرکه میپرتیم، یک دفعه نمیپرتیم. راستا شور دادم، تقریبا 5 قاشق سرکه ما دهی انداختم، 5-6 قاشق سرکه ما میپرتم دهش، باز ما ایره شور میتم و بعد از اینکه ما شور دادم شم راستا راستا سرکه انداخته میریم دهش. 6 قاشق سرکه انداختم، بعد از اون یک قاشق 2 قاشق دگام انداختم که مکمل سرکه را که ما دهش انداختیم 7 قاشق شد. و این شما ببینین پنیر کمک جور شده. و این حال دوستای عزیز، گیس ما بند کردم، گیس ما گل کردیم و سر از این تاوه ای را میمانم که آستا آستا ای جور شده. شما سعی کنید دوستای عزیز ای جور شد. میشه دوستای عزیز که شما مثلا سرکه انداختین در قطعه شد اما پنیرتان جور نشد، هیچ وقت خطا نشین، گیس پس روشن کنین، بازم یک کمک تف بتین شیرتان و دیگه سرکه دهش پرتین. دفعه دوم که سرکه انداختین انشاءالله حتما جور میشه، یعنی حتمی نیست که در 6-7 قاشقی که من انداخته بودم سرکه جور شد از شما جور شوه، یعنی شما میتونین دفعه دوم بازم یک کمک تف بتین، باز سرکه پرتین تا وقتی که منتا جوش نخوره شیر از پیشتان و دفعه دوم امینم تو کمک تش سرکه پرتین باز جرعت می جور میشه، از پیشتان خراب نمیشه. انداختن سرکه کم و زیادش هیچ مهم نیست، یعنی کمک زیاد اگر پرتین خیر کم نندازین. این شما سعی کنین. میره در تکه گرفتم همشه کشیدم دوستا، این حالی رو من همراه دستم پچک میکنم، پچک کده کده تا وقتی که همی نداخل از یو کس کل شوش از پیشش برایه و مکمل او خلاص کنه. و در سر گیس ما تیار در کرایی یو ماندیم و ما خوب داغ کردیم، جوش نیست اما قدر داغ است که دستم می سوزن، او رو تیار ما سر گیس ماندیم. از این ما تا او وقت تا که از پیش شو مبرای ما او شمی کشم، یعنی او بلکل دش نمی مانم، با او اندازه ما هیره میکنیم، سعی کنیم وقت کشش کنیم کش پیدا میکنه. دوستا باز میگم حتمی نیست که در 8 قاشق 7 قاشق سرکه پنیر تان جوش هم، فقط شیر جوش ندین. اگر در 6 قاشق جور نشد گیس پس روشن کنین، دوباره روشن کنین، کم تف بتین شیرتانه که داغ شد کمک، باز دیگه سرکه پرتین، انشاءالله که حتما جور میشه. بخاطر که بعضی وقت میشه سرکه آدم خوبش نباشه یا در گرم کردن شیر کدام مشکل از پیشتان پیدا شد، به او خاطر ما خواهر وقت جور میکنم از پیش، ما کدام مشکل نشده پیدا، با او خاطر ما میره برتان گفتم. دیگه و دیگه که ما گفتم او ماندیم سرگای دوستا یک کمک نمک بپرتیم، یک قاشق چای خوری، بعد از اون امی پنیر که ما جور کردیم ایره دهش بپرتم، پنیر دهش میپرتیم، امرای قاشق شور میتیم شه، بخاطر از این که دست ما نسوزه
همراه دست دایی دو دست نمیزنیم به خاطر که او بسیار داغ است. پنیر انداخته اینال همراه قاشق ایرا شور میتیم به اندازه که در داخل از اگر شیر باشه یا او یا سرکه که همراه سرکه که جور کردیم کلش در داخل از امی او از پیشش ببرایه و خوب کش پیدا میکنه. سعی کنین باز شما متوجه شوین کشش زیاد میشه. این همی پنیری از دوستا که موزریلا چیز میگنش پنیر پیزا است. پنیرهایی که خارجی است زیادتر حلال نمی باشه با خاطر که در او یک موادی را می پرتن که او اصلا حلال نیست. اگر در خانه جور کنیم به شکل یه حلال هم است و پاک صفا با قیمت کم هر وقت که بخواین شما می تانین از این پنیر جور کنین. این وقت خوب شورش میدیم که مکمل اول که در داخل شد یا یک کمه که شیر و سرکه و چیزا که در خود پنیر می باشم و برای از پیشش سعی کنیم به قسم کش پیدا کده در خانه جور کنیم. دوستا همی تقریبا 1.5 کیلو شیر بود دوستای عزیز که 130 گرام پنیر از پیش از این وقت وزن کدم از 1.5 کیلو شیر 130 گرام پنیر جور میشه. اگر شما پیزه کلان پخته کنین یک دانه پیزه کلان خوب سهی امی پنیر بس میکنه. ما در چینلم پنیر پیزه را که جور کردیم از امی پنیر خانگی یا پنیر که خودم جور کردیم کار گرفتیم. امی 130 گرام پنیر را در یک پیزه کلان انداختیم. شما باز میتونین در چینلم را ببینین و اون رقم پخته کنین. دوست ها سعی کنین این را باز از او جوش که از او داغ کشیده هم رای دست خود بچپ میکنیم که امواوش از داخلش برسه کنیم چقدر کش پیدا کرده. این حال شما این را برشی بکه بخواین گول جور کنید در یک تکه پرتین مثل لوله کنین بانین وقتی که پیزه پخته میکردین از تراشک بکشین سر پیزه تان پرتین. پیزه ما تیار از دوست ها بسیار داغ است یک ذره کشیدن اوش مشکل است داغ است دستای مرا میسوزانه. به شکل پچکش میکنیم که از داخلش هم هوایی که دو که انداخته بودیم هم هوا کلش برایه. یک ذره مشکل از جور کردنش وقت میگیره دوستای عزیز. وقتی که سرکه انداختیم ده دقیقه برش معطل میکنیم. اگر سرکه ما اگر جور نشده بود باز آتش روشن میکنیم یک کم شیر داغ میکنیم باز یک کم سرکه میپرتیم و انشالله که حتما جور میشه از پیش شما خراب نمیه. ما هر وقت جور کردیم از پیش ما خراب نمیشه. به خاطر برتان میگم که جور کنین. خدا حافظ.